محترم دکتر یعقوب یسنا، استادشناس، شاهنامه بزرگ، منتقد ادبی، نظریه پرداز و داستان نویس. به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. با محترم دلجم صوفی زاده رئیس انجمن، با هیئت مدیران انجمن، با میمانان ویژه انجمن، محترم سعید شاه ناصر راهنما، محترم سعید سعدی، محترم سعید سعادت منصور نادری و به همه سروران و بزرگان حاضر در این امایش درود می فرستم. افتتاح انجمن فرهنگی و اجتماعی سعید نادرشاه الحسینی کیانی را به جماعت افغانستان و جهان به ویژه به جماعت کانادا تبریک عرض میکنم. با استفاده از این فرصت میخواهم چند نکته ای را درباره جایگاه فرهنگ در اندیشه اسماعیلیان به عرض برسانم. اگر دقت بکنیم، نخستین دانشگاه در جهان اسلام که دانشگاه الازهری مصر باشد، توسط اسماعیلیان یعنی توسط خلفای فاطمی تأسیس و ساخته شده است. همینطور اگر در کلام اسلامی توجه کنیم، متفکرین و متکلمین اسماعیلی در رواج و تقویت کلام اسلامی نقش و سزایی داشتند. اگر درباره تدوین و تقویت و رسمیت زبان فارسی بینگریم، نخستین کسانی که در دربار سامانیان از زبان فارسی، از شعر فارسی و از ادبیات فارسی حمایت کردند و موجب تقویت و رسمیت زبان فارسی شدند، اسماعیلیان بودند. رودکی، وزیر بلهمی، ابن سینای بلخی و سایر افرادی که در دربار سامانیان حضور داشتند، افراد نخبه و فرهنگی بودند که زبان فارسی را حمایت کردند و زبان فارسی را تدوین کردند و به زبان فارسی رسمیت بخشیدند. همین طور اگر بیاییم به مرحله های بعد در زندگی اسماعیلیان، اسماعیلیان همچنان به فرهنگ و زبان توجه خاصی داشتند. اگرچه اسماعیلیان در طول تاریخ مورد تعصب و ستم قرار گرفتند، اما دست از حمایت و تقویت فرهنگ و ادبیات بر نداشتند. با عنوان نمونه به زندگی حکیم ناصر خسرو بلخی توجه کنیم. با آنکه زندگی سختی داشت، بنابر تعصبی که علیه اسماعیلیان وجود داشت، این تعصب علیه ناصر خسرو بلخی نیز وجود داشت. این حکیم فرزانه ناگزیر شد به یمگان برود و در آنجا پناه گزیند. با وصفی که در تبعید بسر می برد، اما دست از حمایت فرهنگ، زبان و ادبیات نکشید. زندگی خود را وقف کلام اسلامی، اندیشه اسلامی و اسماعیلی و تا
تقویت زبان، ادبیات و فرهنگ کرد. جاودانه ترین بیت شعر فارسی را حکیم ناصر خسرو در حمایت زبان فارسی دری سرود: من آنم که در پای خوکان نریزم مرین قیمت لفظ در دری را. اگر به روزگار معاصر توجه کنیم میبینیم که سید نادرشاه الحسینی کیانی با وصف مشغله های اجتماعی، سیاسی و مذهبی، عمر خود را بیشتر وقف فرهنگ و ادبیات کرده است که 53 کتاب یا بیشتر از آن درباره کلام اسلامی، اندیشه اسماعیلی، شعر و ادبیات نوشته است. در این 50 سال اخیر که افغانستان بیشترین آشوب داخلی را داشته و بیشترین دیگرگونی های سیاسی و اجتماعی را تجربه کرده است، اما باز هم اسماعیلیان به فرهنگ توجه خاصی داشته است. الاج سید منصور نادری که در این دوره رهبری اسماعیلیان افغانستان را به دوش داشته، با وصف همه ناآرامی ها توانسته است قانون حکیم ناصر خسرو بلخی را ایجاد کند و در این قانون یک کتابخانه بزرگی را فعال بسازد، بزرگترین قرآن جهان را تدوین و خطاطی نماید و همینطور از استادان و فرهنگیان نه تنها اسماعیلی، سایر اقوام افغانستان توسط این قانون حمایت کند و برنامه های فرهنگی در این قانون برگزار شد که این کار فرهنگی در چنین شرایطی ناآرام کاری بسیار بزرگی است که برای فرهنگ صورت گرفته است. بنابراین ما که امروز دور هم جمع شده ایم و انجمن فرهنگی و اجتماعی سید نادرشاه الحسینی کیانی را افتتاح میکنیم، در حقیقت دنباله رو و ادامه دهنده سنت های پسندیده فرهنگی اسماعیلیان هستیم و دور یک میوری مطمئن و یک روایت مطمئن گرد هم آمده ایم تا از فرهنگ، ادبیات و آموزش در جامعه اسماعیلی و در جامعه افغانستان پاسداری و حمایت بکنیم. با احترام و ارادت.